در چین بعد از دشواری‌های بسیار و فداکاری‌های قابل توجه، ما ورق را برگرداندیم و جان و سلامت مردممان را حفظ کردیم. در تمام این مدت عملکرد ما شفاف و مسئولانه بود. ما در اسرع وقت اطلاعات را در اختیار سازمان بهداشت جهانی و کشورهای مرتبط قرار دادیم. عملکرد اژدهای زرد در برابر ویروس عالمگیر زیر ذره‌بین رهبران جهان. چین میگوید بعد از شکست کرونا تحقیق کنید. از مهمانان برنامه میپرسیم که در مقابله با ویروس کرونا چین یک الگوست یا یک متهم، و همینطور میپرسیم که آمریکا از چین چه میخواهد. در ادامه این 60 دقیقه، دستبرد ویروس همه‌گیر به جان و جیب مردم، کرونا نابرابری ها را چقدر تشدید کرده؟ نتیجه تحقیق مجلس ایران دو سال بعد از سقوط هواپیمای مسیر تهران یاسوج، مقصر شرکت آسمان و سازمان هواپیمایی کشوری بودند. و هشدار ایران به آمریکا درباره اخلال احتمالی در سوخت رسانی به ونزوئلا. تهران میگوید به دخالت ناوهای آمریکایی پاسخ خواهد داد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. غلبه اژدهای زرد بر ویروسی جهانگیر، این تصویری است که مقام‌های چین می‌خواهند به جهان ارائه کنند. آنها می‌گویند که با اتکا به نظام تک حزبی منضبط خود و با یک بسیج ملی خیره کننده، بحرانی را پشت سر گذاشتند که ثروتمندترین کشورهای جهان متمدن را زمینگیر کرده. ولی بعضی، مخصوصا دولت آمریکا، روی دیگر سکه را می‌بینند. آنها می‌گویند که همین نظام تک حزبی بسته، گاهی با پنهانکاری و گاهی با دادن اطلاعات غلط، جهان را گمراه کرد و در به وجود آمدن وضعیت فعلی نقشی مستقیم دارد. نشست مجمع جهانی بهداشت که با حضور مجازی رهبران کشورها برگزار شده، هم تحت شعاع اختلافات سیاسی چین و آمریکا قرار گرفته. چین قربانی و الگو یا متهم و مسئول؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از کیوان حسینی. نشست مجمع جهانی بهداشت، نشستی که به دلیل شیوع کرونا به شکل مجازی برگزار شد و نمایندگان 194 کشور جهان از گوشه دفتر کارشان در آن شرکت کردند. و این هم سخنرانی رهبر چین در این نشست. در چین بعد از دشواری‌های بسیار و فداکاری‌های قابل توجه، ما ورق را برگرداندیم و جان و سلامت مردممان را حفظ کردیم. در تمام این مدت عملکرد ما شفاف و مسئولانه بود. ما در اسرع وقت اطلاعات را در اختیار سازمان بهداشت جهانی و کشورهای مرتبط قرار دادیم. آنچه آقای شی میگوید در واقع پاسخی به انتقادهایی است که در هفته‌های اخیر شدت گرفت و چین را در مرکز یک طوفان سیاسی در سطح جهانی قرار داد. ماجرا از اینجا آغاز شد. مرگ نخستین انسان در روز 21 دی ماه سال گذشته در پی ابتلا به ویروسی جدید از خانواده ویروس‌های کرونا. کرونا که حالا یکی از تکراری ترین واژه‌های مکالمات روزمره است، در این خبر حتی یک بار هم ذکر نشد. در عوض مجری علت نخستین مرگ را ویروسی ناشناخته معرفی کرد. اما از همین نخستین روزها اینجا بازار هوانان در شهر ووهان در استانی به نام هوبی در کشور پهناور چین به عنوان منشأ احتمالی این ویروس معرفی شد. چین خیلی زود با بحران سلامتی شیوع ویروس کرونا روبرو شد و کمابیش به موازات این بحران روز به روز در بحرانی دیگر نیز فرو رفت، بحرانی سیاسی در سطح بین المللی، بحرانی که در آن چین جدا از عملکردش در چگونگی مهار این ویروس متهم شد که در وانفسای کرونا بیگناه نیست. ریشه این بحران سیاسی با ابعادی جهانی کجاست؟ به نظر من دلیل اصلی اینه که چین ساختار سیاسی متفاوتی داره و در این ساختار مخفیکاری به شکل فزاینده‌ای به یک مشکل تبدیل شده. در چین حزب کمونیست قدرت رو در کشور قبضه کرده که به هیچ وجه شفاف و پاسخگو نیست.
همزمان این کشور اقتصاد بسیار قدرتمند و مهم می داره و احتمالاً ظرف یک دهه آینده به قدرت اول اقتصاد جهان تبدیل می شه. به همین دلیل هم به شکل طبیعی تمایل داره که نفوذ و قدرت بیشتری در جهان داشته باشه که با مقاومت دیگران روبرو می شه. این دو عامل مسائلی هستند که بحران فعلی رو به وجود آوردن که البته هیچ کدوم موضوعات تازه‌ای نیستن و تنها کووید 19 اونها رو تشدید کرده و جلوی چشم جهان آورده. به دلیل ریشه‌های ساختاری چنین بحرانی اجتناب ناپذیره. بحران سیاست بین الملل که به دلیل شیوع کرونا گریبان چین را گرفته، یک فرمانده سخت کوش نیز دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، که وقتی در برابر پرسشی درباره افزایش آمار تلفات کرونا در کشورش قرار می‌گیرد، چنین پاسخ می‌دهد. همه دارن همه جا جونشون رو از دست میدن. شاید این سوالیه که شما بعد از چین بپرسین. از من نپرسین. از چین بپرسین که اگه ازشون بپرسین شاید جوابی غیر معمول بگیرید. آمریکا میگوید چین در همدستی با سازمان بهداشت جهانی در مهار ویروس کرونا کوتاهی کرده. ادعایی که شواهدی برایش ارائه نشده و متحدان اروپایی واشنگتن نیز آن را تایید نکردند. در مقابل چین نیز در اقدامی غیر معمول با انتشار یک متن بسیار بلند به تک تک ادعاهایی که علیه این کشور مطرح شده پاسخ داده و همه را دروغ خوانده است. اگه نگاهی به رسانه‌های چینی بندازیم می‌بینیم که بین دو روایت یک رویارویی شکل گرفته. چین میگه در کنترل و مهار کرونا بسیار قوی و موفق عمل کرده و در حال کمک به باقی دنیاست. اما آمریکا و ترامپ که از پس مهار بحران بر نیومدن میخوان تاریخ رو بازنویسی کنن و همه چیز رو بندازن گردن چین. دست کم در ایران تصاویری اینچنین که توسط رسانه‌های رسمی منتشر شدند تکرار همان روایتی بوده که پکن بر آن پا می فشارد، روایتی که در آن چین خیر است و آمریکا شر، با کمک ابتکار عملی که در حوزه دیپلماسی عمومی دسته‌بندی می شود و این روزها به دیپلماسی ماسک مشهور شده. چین فرصت طلبانه عمل کرده، اما کی در چنین موقعیتی فرصت طلبی نمی کنه و تلاش نمی کنه که بهترین بخش اقدامات خودش رو تبلیغ کنه؟ البته اینکه این کمک ها مؤثر هستند یا نه پرسش مهمیه، ولی موضوع بحث ما نیست. درباره کمک های چین به کشورهای دیگه به ویژه کشورهای منطقه تردیدهایی هست، ولی در وضعیتی که کمک کننده های همیشگی یعنی اتحادیه اروپا و آمریکا خودشون گرفتارن و غایبن، چین داره از خلایی که شکل گرفته استفاده میکنه. این تصویری است که حکومت چین علاقمند است از خود به دنیا نشان دهد. این تصاویر در اوج همه‌گیری کرونا از تلویزیون دولتی این کشور پخش شدند. بحران ناشی از شیوع کرونا هنوز به پایان نرسیده و مشخص هم نیست که اصولاً پایان این بحران دقیقاً کجا و چگونه رقم خواهد خورد. به همین دلیل نیز قضاوت درباره اثرات نهایی این بیماری بر موقعیت جهانی چین دشوار است. کیوان حسینی، بی بی سی. قبل از اینکه با میهمان برنامه صحبت بکنیم اجازه بدید که بریم به آمریکا و کاخ سفید، جایی که همین الان دونالد ترامپ رئیس جمهوری با رهبران صنایع و مدیران رستوران‌های زنجیره بزرگ مشغول گفتگو هست. آقای ترامپ بسیار مایله که کسب و کارها دوباره از سر گرفته بشن، چرخ اقتصاد که از حرکت باز ایستاده دوباره به حرکت در بیاد. کمتر از 6 ماه هم تا انتخابات مونده و از این نظر وضعیت او بسیار دشواره. دیدار رئیس جمهوری آمریکاست با رهبران صنایع و همینطور مدیران رستوران‌های زنجیره بزرگ. اقتصاد آمریکا به دلیل ویروس کرونا به شدت آسیب دیده، میزان بیکاری زیاد شده. به همین دلیل آقای ترامپ در تلاش هست تا چرخ اقتصاد رو دوباره به حرکت در بیاره، به دلیل اینکه او بزرگترین دستاورد خودش رو دستاورد اقتصادی میدونسته. میبینیم که البته خیلی نشست شاید
آسانی هم نباشه برای آقای ترامپ. در هر صورت دونالد ترامپ بود رئیس جمهوری آمریکا. رضا اخلاقی پژوهشگر مسائل سیاست خارجی چین هم از تورنتو کانادا با ماست. آقای اخلاقی، اول می‌خواستم این سوال رو از شما بپرسم. چین یک الگوست یا یک متهم در مقابله با ویروس کرونا؟ متشکرم. تا حد زیادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه چین ظاهر شده به عنوان یک مدل، به عنوان یک الگو، به خصوص برای کشورهایی که در حال توسعه اقتصادی هستند. اما با وجود این، به عنوان یک الگو طبیعتاً تاثیر منفی داشته قضیه ویروس کرونا روی تصویر چین، وجهه چین. اما بحرانی که ویروس کرونا ایجاد کرده در چهار جبهه تاثیر خواهد داشت روی چین. یکی بحث اقدامات قضایی هست، اقدامات حقوقی. بسیاری از شکایت‌های زیادی در کشورهای مختلفی علیه دولت چین از جانب هم دولت‌ها و هم شرکت نهادهای غیر دولتی در آمریکا و در اروپا اعلام شده. این شکایت‌ها را اعلام کردند علیه دولت چین. ما نمی‌دونیم در نهایت چه شکلی خواهد داشت این اقدام حقوقی، ولی خب این یکی از این مسائل هست. در جبهه دوم تلاش‌هایی بوده و تلاش‌هایی هست در حال حاضر، به خصوص در ایالات متحده و کشورهای اروپای غربی، که بیان تضعیف کنند سیاست خارجی چین رو، یعنی در واقع پروژه اصلی سیاست خارجی چین که بهش طرح راه ابریشم جدید میگن، اون به اصطلاح بلت اند رود اینیشیتیو یا ابتکار بلت اند رود، طرح راه ابریشم جدید که یک پروژه است با ساختارهای عظیم اقتصادی که چندین کشور رو درگیر خودش کرده و گمان میره که این پروژه تاثیر منفی ببینه و یک تاثیر منفی هم داشته باشه روی تجارت بین الملل از منظر کشورهای غربی. بنابراین تلاش‌های بسیار گسترده‌ای هست از جانب آمریکا و اروپای غربی که پیشرفت این طرح جدید رو کند کنند. بنابراین چین چهره‌ای که داره ازش ترسیم میشه یک مقصر هست در قضیه بحران کرونا، و در چنین چارچوبی تلاش‌هایی هست که دولت‌های مختلف رو تشویق کنند، دولت‌هایی که میخوان در طرح ابریشم جدید سرمایه گذاری چینی رو بپذیرند، اونها رو ترغیب کنن که نظرشون رو عوض کنن و بدهی که خواهند داشت به چینی ها به واسطه شرکت در این پروژه به اونها یک اهرمی میده به غربی ها که به واسطه این بدهی بیان و طرح راه ابریشم جدید رو اگرچه نمیتونن متوقف کنن، بلکه بیان کندش کنن. جبهه سوم در واقع تلاش های رو به ظهوری است که الان شاهد هستیم که کم کم داره سرعتشون بیشتر میشه، شتاب بیشتری میگیرن و این پدیده که بهش ریشورینگ میگن، به جای آفشورینگ ریشورینگ، یعنی این که زیرساخت‌های تولیدی رو از چین و کشورهای دیگر دوباره به غرب برگردونن. آقای اخلاقی، اگه سری مورد چهارم رو هم بفرمایید ممنون میشم. اگر لطف کنید the fourth front. جبهه چهارم یک سونامی است. این در واقع چیزی که انتظار میره ازش یک سونامی بیکاری باشه که چین رو درگیر خودش بکنه به واسطه خشک شدن، کم شدن قابل توجه تقاضا برای محصولات و خدماتی که چین ارائه میکنه، و این باعث یک موج به اصطلاح سونامی بیکاری در چین خواهد شد و این
برای دولت چین و رهبری چین بسیار بسیار نگران کننده است و قطعا تاثیر منفی خواهد داشت روی چین از نظر سیاست داخلی و اقتصاد و این طبیعتا میتونه تاثیر هم داشته باشه بر جایگاه بین المللی چین. بیکاری بحرانش بسیار شدید بیکاری که در چین ظهور خواهد کرد. اگر خیلی کوتاه بگید ممنون میشم آقای اخلاقی. همه این موارد در گذشته هم در تقابل بین چین و مثلا آمریکا یا غرب مطرح بوده. ویروس کرونا برای کشورهای غربی خصوصا آمریکا تبدیل به یک بهانه شده، یا اینکه شیوه برخورد چین باعث شده که این رقابت‌ها دوباره مطرح بشه، این تضادها دوباره مطرح بشه؟ Well, the core of this issue is هسته واقعی مسئله سوء مدیریت دولت چین بوده در زمینه مقابله با بحران کرونا و مدیریت بحران کرونا، به خصوص اینکه اجازه دادن پروازها از مقصد چین به بقیه نقاط جهان ادامه پیدا کنند و در عمل کمک کرد این به شیوع ویروس در نقاط مختلف کشور، برای اینکه دولت چین در اون زمان مناسب و درستش پروازهای بین‌المللی رو متوقف نکرد. بنابراین این الان یک فرصتی است برای غرب که دست بالا رو بگیرن و در روابط بین الملل دست بالا رو بگیرن و چین رو به عنوان یک بازیگر نچندان مسئول در صحنه بین الملل، به عنوان یک قدرت بزرگ در عرصه بین المللی، به عنوان یک بازیگر نچندان مسئول معرفی و نمایش بدن. ممنونم از رضا اخلاقی، پژوهشگر مسائل سیاست خارجی چین از تورنتو کانادا با ما. بیشند کیان، کارشناس امنیت ملی آمریکا، هم از اورنج کانتی کالیفرنیا با ماست. آقای کیان قائم مقام تیم رهبری امنیت و اطلاعات ملی آمریکا در دولت انتقالی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم بودند. آقای کیان، چین از آمریکا از چین چی میخواد؟ اگر بخوایم خیلی خلاصه بگیم. به طور خلاصه انتظار آمریکا و همه کشورهای دنیا که مشتریان چین هستند یا با چین معامله دارند، روابطی دارند، انتظار دنیا از چین امروز در ارتباط با این بیماری کرونا شفافیت هست. و همطور که می‌دانید چین با این کلمه شفافیت مسئله دارد و این اسباب تنش جدیدی رو ایجاد کرده. انتظار آمریکا از چین این هست آقا بیایید صحبت کنید، بگوید که شما چه نقشی داشتید، چه کردید و این به چه گونه بوده است. به جای اینکه چین این کار بکنه، چین متخاصم شده و طلبکار شده و همطور که میدونید به دولت‌های نظیر شبیه دولت استرالیا اولتیماتوم میدهد که نه از من نپرسید که چه اتفاقی افتاده. برای اینکه شما بخواید از من بازپرسی بکنید و سوال و پرسش بکنید، من دوست ندارم و روابط ما به هم میخوره. خب این درست نیست. برای چی نبستی تحقیق بشه؟ دنیا یک سوم تولید ناخالص ملیش رو از دست داده. بالاخره باستی ببینیم چه کسی مسئول بوده. حتی اگر بی‌توجهی بوده باستی بررسی بشه چین به چه دلیلی مخالفت میکنه با یک تحقیق جامع و دقیق راجع به اینکه این اتفاق چگونه افتاده. آیا در سر بی‌توجهی بوده؟ آیا اراده‌ای در کار بوده؟ ببینید اینا رو بسی جواب بده. چی انتظار آمریکا؟ من فکر نمی کنم انتظار غیر معقولی باشه. البته من اینا که خدمتتون میگم همه عقاید و صحبت‌های خود من هست، نه هیچ نهاد دولت آمریکا. این تلقی هم وجود داره که آقای ترامپ برای اهداف انتخاباتی دنبال مقصر میگرده و چین رو هدف گرفته. نظر شما چی؟ خب ببینید این روزا نوک پیکان حمله متوجه آقای ترامپ از خیلی جهت‌ها هست و اگه بخوایم وارد اون بحث بشیم که تأثیر اونچه که اتفاق میفته امسال در این سال انتخابات در آمریکا چه هست، یک بحث بسیار بسیار طولانی خواهد بود. ولی به طور به خصوص من میتونم به شما بگم که انقدر نیروی منفی متوجه آقای ترامپ هست که واقعا مشکله که بگوییم که کدام یک از انتقادات به جا و معقولی هست. این سیل انتقادات رو به طرف آقای ترامپ
مشکله که جدا کرد که کدام قسمتش موجه است، کدام قسمتش قابل پاسخ است و کدام قسمتش فقط حمله است. ببینید در سال انتخابات خیلی وقتا فقط یک حمله کافیه. حالا اگر این حمله درست باشه، بجا باشه، منطقی باشه، پایه و اساس داشته باشه یا نداشته باشد مهم نیست، چون شنونده حمله تأثیر اون رو روی خودش احساس میکنه و حتی اگر تصحیحی در حمله که شده بگن نه اشتباه کردیم، چنین انتقادی نبوده، ما اشتباهاً انتقاد کردیم، کسانی که انتقاد رو شنیدن تصحیح انتقاد رو ضرورتاً نمیشنوند. یعنی تأثیر منفی داره. شما میپرسید که چقدر آقای ترامپ داره از این مسئله سوء استفاده میکنه. خب ببینید، به جای اینکه سوال کنیم که چقدر سوء استفاده میکنه، چرا سوال نکنیم که چرا؟ خب همه میدونن که این بیماری از چین آمده، همونطور که میدونید یه عده اون رو ویروس چینی نام میبرن. خب بیان جواب بدن، بیان جواب بدن همه این مسئله حل بکنن، به جای اینکه اولتیماتوم بدن، عصبانی بشن. چین مسئله داره، درسته، بله، از مقام دوم بزرگترین تولید کننده در دنیا امروز در خطر افتاده و به نظر من همون اصلی که در مورد انتقاد گفتیم در مورد چین هم صادقه. دنیا اعتمادش رو به چین و مدیریت و کفایت چین داره از دست میده یا از دست داده. بله. در هر صورت این تبادل اتهامی که الان بین چین و آمریکا در جریان هست، این خطر رو به وجود نمیاره که بین اقتصاد اول و اقتصاد دوم دنیا یک بحران ایجاد بشه و این بحران هر دو کشور رو متضرر بکنه و به تبع اون جهان رو دچار مشکل بکنه؟ به طور شک، بدون شک این اتفاق افتاده. آقای موسوی، من فکر میکنم که این سوال رو بایستی شاید در ماه‌های آینده با بررسی زیان و ضرری که این بیماری به دنیا زده بررسی کرد و صد درصد این ضرر خواهد زد، اگر راه‌های دیپلماتیک وجود داشته باشه که از طریق ایجاد شفافیت و صحبت بشه این رو حل کرد. حتما باید این کار کرد، باید اجازه داد که این تنش‌ها بالا بگیره. ولی توجه کنید به رفتار چین. اگر یک کشور دیگری در دنیا بود، اگر این بیماری از آمریکا آمده بود، با توجه به شفافیت فوق‌العاده بالایی که در آمریکا وجود داره، فکر می‌کنید که شرایط همینطور بود؟ دیگران میپرسیدن مسئولیت شما چه بوده، کجا چه کار کردید، کی چه چیزی را میدانستید؟ چرا این جواب‌ها رو دولت چین نمیده؟ من فکر میکنم نگرانی برای دولت چین خیلی بیشتر هست، برای اینکه اتفاقی که اینجا خواهد افتاد این که بی اطمینانی به کفایت مدیریت در چین باعث میشه که ما تولید رو در آمریکا دوباره زنده بکنیم. بله. این خاصیت اقتصاد آمریکاست، قدرت بازسازی خودش رو داره و این کار خواهد کرد. بنابراین حرف دولت چین بود. آقای کیان، حرف دولت چین این بوده که مقام های خیلی از کشورها از جمله آمریکا از اول موضوع رو جدی نگرفتن. مثلا خود آقای ترامپ خیلی جدی نگرفته بود، این ثبت شده. و اون قرنطینه‌ای که مثلا چین اعمال کرد، بیشتر از 10 میلیون نفر از خونه های خودشون نمیتونستن برن بیرون، تمام یک استان با جمعیتی بالای 60 میلیون نفر فلج شده بود، این در هیچ جای دنیا به اون شکل اعمال نشد. و چین میگوید که چرا اعمال نشد؟ خب خیلی جوابش خیلی ساده است. به چین بگوییم که دولت چین، شما یک دولت خودکامه کمونیست فشار نظامی قوه قهریه هستید، شما هر کاری دلتان بخواد میتوانید بکنید. شما میتوانید اصلا مردم رو حبس کنید در خانه هایشان بدون دلیل یا با دلیل. ولی در ساختار سیاسی آمریکا توجه بفرمایید، 50 ایالت آمریکا به عنوان 50 کشور مستقل عمل میکنند. آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور تا زمانی که قانون استفرد، قانونی هست که به رئیس جمهور آمریکا اختیارات خاصی رو با اعلام وضعیت اضطراری میده، حتی حق نداشت در کار ایالت ها دخالت بکنه. امروز ما میبینیم که آقای ترامپ مشکلش اینه که ایالت ها به صورت مستقل میخوان عمل بکنن و مهم نیست که بخوان بازار رو باز بکنن یا ببندن، ولی این تصمیم هنوز تصمیم ایالت هاست و این فرمانداران ایالتی هستن که این تصمیم رو میگیرن. بنابراین به کلی بی‌پایه است که از آقای ترامپ انتقاد بکنیم که چرا زودتر عمل نکرد. البته میشه انتقاد کرد، همونطور که گفتم سال انتخاباته و سیل انتقاد
متشکرم. به طرف آقای ترامپ سرازیره. سپاسگزارم از بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی در اورنج کانتی کالیفرنیا با ما. در اروپا بعضی از کشورها بازگشت تدریجی به زندگی عادی رو شروع کردند. از ایتالیا که اولین قرنطینه سراسری رو در جهان اجرا کرد تا بلژیک که بیشترین آمار سرانه قربانیان ویروس کرونا را دارد. با وجود این خیلی از کشورها متحمل ضربات سختی به اقتصادشان شدند. مثلا ژاپن که بدترین رکود را بعد از جنگ جهانی دوم تجربه می‌کند. علاوه بر اینها اجلاس مجمع سازمان بهداشت جهانی هم امروز با حضور اکثر کشورها برگزار شده و درباره مسئله جنجالی منشأ شیوع کرونا و نحوه مقابله با آن بحث می‌کند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. هیچ چیز به اندازه خوردن صبحانه در یک کافه میلان نمی‌چسبد. بازگشایی کافه ها و رستوران ها در ایتالیا مهم است، چون اولین کشور در دنیا بود که قرنطینه سراسری را اجرا کرد. گارسون ها هم اندازه مشتری ها خوشحالند. من دو ماه و نیم بیکار بودم، امروز خیلی ذوق دارم. در نقاط دیگر اروپا هم رفع محدودیت ها مایه خوشحالی است، از یونان گرفته که دروازه های تاریخی اش را برای علاقمندان باز کرده تا پرتغال و بلژیک و البته بریتانیا که امروز خیابان‌های پایتختش شاهد بازگشت ترافیکی سنگین بود. البته شهردار لندن گفته دیگر اجازه نخواهد داد این شهر به روزهای بازگردد که ترافیک و آلودگی هوا همه را کلافه و بیمار کرده بود و طرح گسترده‌ای را برای بازداشتن مردم از سوار شدن در خودروهایشان آغاز کرده. در مانیل خبری از چنین طرح‌هایی نیست. فیلیپینی ها فقط خوشحالند که بعد از یک دوره طولانی به سر کار باز می گردند. من دو ماه هیچ پولی در نیاوردم. همه پسندازم رو خرج کردم. برای همین خیلی خوشحالم که برمی گردم سر کار. اما در خیلی از کشورهای دیگر ویروس کرونا همچنان یک تازی می کند. هرچند رؤسایشان مثل ژایر بولسونارو در برزیل هنوز مردم را تشویق می کند که خطر کرونا را نادیده بگیرند و قرنطینه را زیر پا بگذارند. تعجبی ندارد که حالا برزیل چهارمین کشور آلوده به ویروس کرونا در جهان است. شهردار ساو پائولو، پرجمعیت‌ترین شهر برزیل، گفته 90% ظرفیت بیمارستان‌های این شهر پر شده. بیمارستان‌های جهان این روزها حکایتگر داستان‌های تلخ دست کم 315,000 نفری است که قربانی ویروس کرونا شدند و دست کم 4.5 میلیون نفر که در بستر بیماری افتادند. وضعیتی که جهان را نسبت به دیگر خطرات و چالش‌ها آسیب پذیرتر کرده، مثل خطر گرسنگی که سازمان ملل می‌گوید بیش از هر جا بر یمن سایه افکنده. اینجا در صنعا سوپرمارکت‌ها مملو از مواد غذایی است برای کسی که قدرت خریدش را داشته باشد، ولی مقامات سازمان ملل می‌گویند قرنطینه در دیگر نقاط دنیا می‌تواند کار رساندن کمک‌های غذایی به 20 میلیون گرسنه در یمن را دشوارتر کند. تفاوت کوچه پس کوچه‌های صنعا و خیابان‌های امروز میلان نشان می‌دهد بحران کرونا نابرابری‌های جهان را پررنگ‌تر کرده است. سیاوش اردلان، بی بی سی. همگیری ویروس کرونا نه تنها جان صدها هزار نفر را گرفته، بلکه نان میلیون ها نفر را هم بریده. شیوع این ویروس که ضربه های سنگینی به اقتصاد جهان زده میتواند باعث بزرگترین شکاف اجتماعی و اقتصادی قرن شود. شهدا هوشمندی نگاهی کرده به اینکه بحران کرونا چطور فصل تازه ای از نابرابری درآمدی در جهان باز کرد. کووید 19 بزرگترین ضربه دهه های اخیر را به اقتصاد زده. ضربه ای به مراتب مهلک‌تر از بحران مالی سال 2008 و شبیه به آنچه 90 سال پیش اتفاق افتاد، رکود تاریخی بعد از جنگ جهانی اول. عمیق‌ترین و طولانی‌ترین رکود اقتصادی قرن پیش. آثار آن رکود بزرگ حتی تا شروع جنگ جهانی دوم در بعضی از کشورها باقی ماند. صندوق بین‌المللی پول در ابتدای سال جاری میلادی متوسط رشد اقتصادی جهان را 3% برآورد کرده بود، اما حالا می‌گوید اقتصاد جهان نه تنها رشد نخواهد کرد که کوچکتر از قبل هم خواهد شد.
متوسط رشد اقتصاد جهان -3%، متوسط رشد اقتصاد کشورهای پیشرفته -6%، و متوسط رشد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه -1%. پشت این آمار اقتصادی حقایقی تلخ‌تر نهفته که یکی از آنها افزایش نابرابری درآمدی است. به عبارت دیگر فقیرتر شدن کم درآمدها. The twin health and economic crises present very difficult policy trade-offs. انتخاب بین سلامت و اقتصاد برای سیاست‌گذار انتخاب سختیه. دولت رو کنترل کنن و همزمان از آثار اقتصادی اون بکاهند. حفظ جان افراد و حفظ شغل اونها هر دو اهمیت داره. اگر نتایج شیوع جهانی بیماری‌ها در گذشته مبنای تحلیل قرار بگیرد، می‌توان پیش‌بینی کرد که رکود اقتصادی بعد از بحران کرونا بیشترین آسیب را به بخش کم درآمد جوامع خواهد زد. آمار توزیع ثروت 5 سال بعد از شیوع بیماری‌های همه‌گیر مانند سارس، آنفولانزای خوکی، ابولا و زیکا نشان می‌دهد که میزان نابرابری درآمدی در این دوران افزایش یافته. بعد از این دست اپیدمی‌ها، دولت‌ها تلاش کردند که با سیاست‌هایی مانند افزایش مالیات بر پردرآمدها به باز توزیع درآمد بپردازند. اما صندوق بین‌المللی پول می‌گوید این اقدام هم نتیجه مطلوب را نداده. بنابر برآورد این نهاد بین‌المللی اقتصادی، به رغم اجرای سیاست باز توزیع درآمد، ضریب جینی در این کشورها که یکی از شاخص‌های بررسی توزیع ثروت است، طی 5 سال 1.5% بالا رفته. فعالیت‌های اقتصادی مگر اون که تولید واکسن به جای برسه به طور چشمگیری پایین خواهد موند و هیچ سیاست مالی در این شرایط نمیتونه به رشد و سرمایه گذاری کمک کنه. پیش‌بینی می‌شود که خیلی از دولت‌ها مانند دوران بعد از جنگ جهانی به سیاست‌های حمایت‌گرایانه اقدام کنند تا با پیامدهای بحران ناشی از رکود مقابله کنند. سیاست‌هایی که کارایی آن خود محل اختلاف است. شیدا هوشمندی، BBC. تنش در روابط ایران و آمریکا با قوت گرفتن احتمال توقیف نفتکش‌های ایرانی از طرف آمریکا دوباره تشدید شده. ایران میگوید همه گزینه‌ها را برای واکنش به چنین اقدامی در نظر گرفته. بنابر گزارش‌ها ایران با وجود تحریم‌های آمریکا 5 کشتی حامل سوخت را عازم ونزوئلا کرده. این کشتی‌ها قرار است در روزهای آینده به ونزوئلا برسند که با کمبود بنزین و گازوئیل روبروست. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. شرکت هایی که از طریق ماهواره ها رفت آمد کشتی ها را در آبهای جهان دنبال می کنند می گویند 5 نفتکش ایرانی راهی ونزوئلا است. علی‌رغم تحریم های آمریکا علیه صنایع و صادرات نفتی هر دو کشور ایران و ونزوئلا، بخشی از همکاری های این دو کشور در زمینه پالایش نفت و سوخت رسانی که در هفته های اخیر تشدید شده است. شرکت‌های ردگیری تانکرها می‌گویند 5 نفتکش حامل سوخت در هفته‌های اخیر از طریق کانال سوئز به مدیترانه و از آنجا از طریق اقیانوس اطلس به مقصد ونزوئلا در حرکتند. 4 نفتکش به نام‌های فورچون، پتونیا، فارست و فاکسون الان در اقیانوس اطلس هستند و نفتکش آخر به نام کلاول در دریای مدیترانه به طرف جبل طارق در حرکت است. ایران میگوید آمریکا در مقابل 4 کشتی جنگی و 1 هواپیمای تجسسی را به دریای کارائیب فرستاده برای جلوگیری از رسیدن کشتی‌های ایرانی به ونزوئلا. این نفتکش‌ها که حامل سوخت برای ونزوئلا هستند قرار است تا حدود 10 روز دیگر به ونزوئلا برسند، اگر کشتی‌های جنگی آمریکا که راهی منطقه شدند بگذارند. سیاه لازم رو به آمریکایی‌ها هم از طریق سفیر سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافعشون، هم از طریق نمایندگیمون در سازمان ملل متحد و نامه هشدارآمیز و محکمی که جناب آقای دکتر ظریف به آقای دبیر کل سازمان ملل متحد نوشتن دادیم و عواقب هر گونه اقدام نابخردانه‌ای رو بر عهده دولت آمریکا گذاشتیم که امیدوار هستیم که دست به هیچ حماقتی در این زمینه نزنند.
و این بیانیه وزارت خارجه ایران که علیه هر گونه دخالت آمریکا در انتقال سوخت ایران به ونزوئلا هشدار داده است. بیانیه‌ای که اشاره به نامه وزیر خارجه ایران به دبیر کل سازمان ملل هم دارد که در آن گفته شده مسئولیت پیامدهای هر گونه دخالت آمریکا به عهده آمریکا خواهد بود. همین 11 ماه پیش بود که ایران و آمریکا باز هم در ارتباط با نفت رسانی ایران این بار به سوریه در مقابل هم قرار گرفتند. بعد از آزادی کشتی که ماها در آبهای جبل طارق در توقیف نیروهای بریتانیایی بود به ظن شکستن تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه، این بار کشتی‌های ایرانی با پرچم ایران و علناً راهی ونزوئلا هستند و ایران میگوید در قانون بین الملل هیچ قدرتی نمیتواند از تجارت بین دو کشور جلوگیری کند. ایران میگوید آمریکا این هواپیمای تجسسی و 4 کشتی جنگی را که در رأس آن ناو جنگی USS دیترویت قرار دارد به منطقه فرستاده، اگرچه نیروی دریایی آمریکا چنین چیزی را تایید نکرده. یک مقام ارشد در کاخ سفید قبلا گفته بود که دولت آمریکا سرگرم بررسی چگونگی واکنش به این تحول است. تحولی که دولت آمریکا آن را غیرقانونی و علیه منافع آمریکا و کشورهای منطقه دانسته. کسرنجی بی بی سی. مارک فیتزپاتریک پژوهشگر ارشد مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک از واشنگتن دی سی با ما هستن. آقای فیتزپاتریک، انتظار یک رویارویی در دریا میره بین ایران و آمریکا؟ I don't expect there will be a confrontation at sea. من انتظار رویارویی در دریا رو بین این دو نخواهم داشت، برای اینکه هیچ کدوم از دو طرف خواستار یک درگیری دریایی نیست. ایالات متحده در خلیج تلاش کرده که از رویارویی خودداری کنه، بنابراین فکر نمی‌کنم که در دریای کارائیب چنین کاری بکنن، اما وقتی که تلاش‌ها زیاد باشه، بالا باشه، این احتمال هست. بنابراین باید به هر دو طرف توصیه کرد که درباره اقداماتی که احیانا خواهند کرد محتاط باشند. آمریکا هر دو کشور ایران و ونزوئلا رو تحریم کرده، آیا میتونه در آب‌های بین‌المللی جلو تجارت مستقیم این دو تا کشور با همدیگر بگیره؟ Well, if the question is do they have اگر سوال اینه که آیا اونها توان فیزیکی این رو دارن، پاسخ اینه که بله، نیروی دریایی آمریکا بسیار قوی است و میتونه کشتی‌ها رو متوقف کنه. اما اگر سوال این باشه که آیا این در حیطه قوانین بین‌المللی میگنجه، من فکر نمی‌کنم که هیچ مبنای قانونی وجود داشته باشه که به موجب اون بتونن از کشتی‌های ایران، از اینکه کشتی‌های ایران وارد بندرهای ونزوئلا بشن، پیشگیری کنن، خودداری کنن، برای اینکه چنین قطعنامه‌ای در شورای امنیت ما نداریم. اگه آمریکا این نفتکش‌ها رو ضبط کنه چه خواهد شد؟ Well, I guess the United States. فکر می‌کنم ایالات متحده با توان قوی نظامی خودش، توان برتر نظامی که داره، اگر بخواد میتونه که از فروش نفت به این ترتیب جلوگیری کنه. اما در دیدگاه عمومی، در افکار عمومی لطمه خواهد دید، برای اینکه در عرصه جهانی این به عنوان یک حرکت قلدرمآبانه از جانب ایالات متحده تلقی خواهد شد. شما آشنایی کاملی دارید با دستگاه‌های متعدد دیپلماتیک در آمریکا، فکر می‌کنید که این یک راه حل حقوقی و دیپلماتیک داشته باشه بین ایران و آمریکا و همینطور ونزوئلا؟ Overall, the issue is can US-Iranian در سطح کلی سوال اینه که آیا میشه تنش بین آمریکا و ایران رو به صورت دیپلماتیک حل کرد؟ من فکر میکنم بشه به صورت دیپلماتیک کم کرد تنش رو، اما نشون رو به طور کامل حل کردش. اما در مورد این مورد خاص پاسخهای مختلفی میتونه باشه. بس مسئله اصلی الان اینه که دولت جهان دولت مادورو رو به رسمیت نشناخته، عمدتاً بیشتر جهان آقای گوایدو رهبر قوه مقننه ونزوئلا رو به عنوان رهبر مشروع این کشور به رسمیت میشناسه.
اگر که این درگیری رویارویی اتفاق بیفته بین ایران و آمریکا، اون وقت بعضی از کشورها شاید از مادورو حمایت کنن، اون وقت آقای گوایدو شاید بیاد بیانیه ای اعلام کنه، صادر کنه، و اون وقتی که آمریکا شاید وارد این قضیه بشه و بخواد که از آقای گوایدو حمایت خودش رو به عمل بیاره. و ونزوئلا شاید گزینه‌های دیگری داره، شرایط عادی می‌داشت که از اونها نفت وارد بکنه. وقتی که از ایران این طرف دنیا سوخت رسانی می‌کنن به ونزوئلا، آیا نشان دهنده بحرانی عمیق در ونزوئلا نیست؟ واقعا شاین توجهه که یک کشور نفتخیز مثل ونزوئلا به جایی رسیده که حالا باید بنزین پالایش شده شو از ایران وارد کنه، و به این دلیل که ایالات متحده چنان فشار شدیدی به صنعت نفت ونزوئلا آورده که این مانع از این میشه که ونزوئلا بتونه که نفت خودش رو پالایش کنه. بنابراین ونزوئلا گزینه‌های بسیار زیادی نداره در شرایط کنونی و مجبور شده که به ایران رو در بیاره. یک گزینه دیگرشون اینه که مثلا رو بیاره به روسیه، و ایالات متحده البته هرگز قصد نخواهد کرد که نفتکش‌های روسی رو به مقصد ونزوئلا متوقف کنه، اما ونزوئلا به سمت ایران رفته برای اینکه ایران هم در تلاشه که نفت خودش رو به یک قیمت بسیار ارزان‌تری بفروشه، و دو کشور از نظر ایدئولوژیک دو برادر محسوب میشن. ممنونم از مارک فیتس پاتریک، پژوهشگر ارشد مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک. کمیسیون اصل 90 مجلس ایران میگوید علت سقوط هواپیمای مسافربری مسیر تهران یاسوج در حدود دو سال پیش زنجیره‌ای از تخلفات در شرکت هواپیمایی آسمان، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها بوده و سهم خدمه پرواز در این سانحه ناچیز است. در گزارش این کمیسیون تحقیق آمده که هواپیما دچار یخزدگی شده بود و نباید با آن اجازه پرواز میدادند. سازمان هواپیمایی کشوری در گزارش مقدماتی خود گفته بود که علت اصلی حادثه خطای خلبان بوده. بر اثر برخورد هواپیمای ATR شرکت هواپیمایی آسمان با کوه دنا، 66 سرنشین آن کشته شدند. نوید قدیری انارکی مدیر ناوگان هواپیمایی و استاد خلبان با ما هستند. آقای انارکی، با توجه به گزارش که بعد از سانحه منتشر شده، با توجه به گزارشی که الان تقریبا 3 سال بعد منتشر شده، میشه فهمید که چه تفاوت‌هایی هست بین این دوتا گزارش و این دو تلقی؟ بله، سلام عرض خدمت شما. بله، مسئله‌ای که 3 سال پیش بیان شد، همونطور که شما بیان کردین، همه تقصیرها رو گردن خلبان انداختن متاسفانه، ولی الان بعد از 3 سال دقیقاً چیزی که گزارش شده گزارش کامل هستش و دقیقاً نشون میده که چقدر سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت هواپیمایی آسمان تخطی کردن در مورد مسئله سلامت این پرواز. تقریبا چند ماه قبل از این سانحه هوایی، شرکت ATR سازنده این هواپیما به تمام شرکت‌هایی که از این هواپیما استفاده می‌کردند اعلام می‌کنه که سیستم یخزدایی این هواپیماها باید تعویض بشه، و تو اعلام کرده بود شرکت‌هایی که این سیستم‌ها رو تعویض نکنن، اون هواپیماها اجازه ندارن که گواهی نامه سلامت پرواز یا CFA دریافت بکنن. و واقعا اینجا مسئله اینه که چطور سازمان هواپیمای کشوری اومده و گواهی نامه سلامت پرواز رو برای هواپیمایی که هیچ گونه از این تعمیرات در مورد سیستم یخزدایی‌اش انجام نداده رو صادر کرده. این واقعا مسئله ای که نشان از ضعف مدیریتی و عدم پاسخگویی تمام مسئولان در سازمان هواپیمای کشوری بوده. خب حالا این چه تغییر ایجاد میکنه؟ آیا ممکن هست که مثلا باعث بشه که گویا به بازماندگان این حادثه و پرونده‌ای که در این زمینه باز شده در پیگیری های اونها تغییر ایجاد بکنه؟ بله، 100%. ببینید، اینجا در گزارشی که اومده فقط مسئله اینج نیست، مسئله ای که بوده، یکی مسئله ای که خیلی مهم هم هستش ریسک اسسمنت و یا مسئله
ایمنی پرواز بوده، با توجه به شرایط هواپیما، با توجه به شرایط هوایی در فرودگاه یاسوج، با توجه به شرایط هوای سردی که در اون منطقه بوده، با توجه به مسائلی که در فرودگاه یاسوج سیستم‌های ناوبری 3 ماه بود که تاریخ چکشون گذشته بود و سازمان هواپیمای کشوری هیچ گونه اقدامی در مورد چک کردن به حساب سیفتی اون سیستم ناوبری در فرودگاه یاسوج انجام نداده و تمام مسائلی که حتی اومدن و شرکت هایی که در ایران میان سوانه هوایی رو در بررسی میکنن شرکت های دولتی و با وابسته به سازمان هوایی کشوری هستن و اجازه نمیدن که هیچ شرکت خصوصی و حتی شرکت سازنده هواپیما دخالتی در علت بررسی سوانه هواپیما داشته باشه و اینا همیشه گزارش هایی که میدن به گونه ای هست که ساپورت میکنن هم سازمان هواپیمای کشوری رو و همون شرکتی که این هواپیما رو اپرات میکنه. تمام این مسائل حتی میتونه در دادگاه بین‌المللی علیه سازمان هواپیمای کشوری و به خصوص شرکت آسمان مورد دادخواهی قرار بگیره. آیا زمینه این رو فراهم میکنه که مثلا از یک مقام مشخص دادخواهی بشه فردی رو پاسخگو بکنند؟ ببینید، با توجه به قوانین آیکو، قوانین بین‌المللیه، وقتی که سانه هوایی پیش میاد، اگر ثابت بشه که این شرکت که این هواپیما رو عملیات میکرده و یا ازش استفاده میکرده تخطی داشته در مسئله ایمنی پرواز، ایمنی هواپیما و حتی مسئله نوع پروازی که اون هواپیما انجام داده، اکانتبل منیجر، حالا به فارسی فکر کنم میشه مدیر عامل 100% پاسخگو هستش. و حتی در کشورهای مختلف داشتیم که بعد از اینکه سانه هوایی ثابت شده که تخطی از شرکتی بوده که این هواپیما رو اپرات میکرده، مدیر عاملای اون شرکت زندان رفتن و مورد بازخواهی قرار گرفتن. ببینید، مسئله‌ای که متاسفانه در ایران وجود داره، باید ببینیم که تصمیم گیرنده در ایران چیه و کی هستش. حتما اینو دیدید، هر وقتی که خلبان‌های ایرانی از نحوه ایمنی هواپیماها، از استاندارد پرواز ناراضی بودن و در این شبکه‌های اجتماعی به حساب این مطلب رو بیان کردن، چه اتفاقی افتاده؟ همشون از کار بیکار شدن، همشون مورد بازخواست قرار گرفتن، خودشون و خانواده‌هاشون مورد فشار قرار گرفتن از طرف دولت. پس ببینید، خلبان در ایران واقعا دستش بسته است و واقعا نمیشه گفت هیچ گونه این سوانه هوایی رو ما میتونیم به قصه خلبان بنذاریم، چون وقتی که خلبان اعلام بکنه که این هواپیما در شرایط مناسب و سلامت برای پرواز نیست، فکر میکنید که شرکت هواپیمای چکس عملی انجام میدن یا خلبان کارش رو دست میده یا خلبان به توبیخ میشه و تمام این مسائل واقعا به دلیل سوء مدیریتی هستش. مسئله که در شرکت هواپیمایی در ایران این روزها همیشه بحث اولشون هست، مسئله درآمدزدایی هستش. شرکت آسمان با توجه به اینکه این هواپیما اگر پرواز نمی کرد و تأخیر می خورد و کنسل می شد، ممکن بود چند تا پروازی که این هواپیما باید در اون روز انجام می داد و یا در روز آینده، این پروازها کنسل می شد و متضرر می شد. به همین دلیل مطمئن باشین که حتی به کروی خلبان، به کروی پروازی، به خلبان شاید پوش کردن و اون رو وارد کرد، مجبور کردن که این پروازها رو انجام بدن. مسئله ایمنی و سلامت در پرواز در ایران بسیار مسئله ای هستش که از ضعف مدیریتی نمیشه گذشت. همونطور که شرکت هواپیمایی ماهان بدون در نظر گرفتن مسائل سلامت و ایمنی مسافران پروازهای به چین رو ادامه داد و موجب شد که اپیدمی کرونا در ایران به حدی بشه که این همه هموطنان عزیزمون جونشون رو از دست بدن، ضعف مدیریتی و ضعف مدیریتی. سپاسگزارم از نوید قدیری انارکی، مدیر ناوگان هواپیمایی استاد خلبان. در ایران طبق آمار رسمی ته شبانه روز گذشته نزدیک به 2300 مورد جدید ابتلا به کرونا شناسایی شده و 69 نفر هم جان باختند. وزارت بهداشت میگوید به این ترتیب شمار مبتلایان به بیشتر از 122 هزار نفر رسیده و بیشتر از 7 هزار نفر هم جانشان را از دست دادند. همچنین گفته شده که حدود 95 هزار نفر از مبتلایان بهبود یافتند.
بر اساس آمار وزارت صحت عامه افغانستان در شبانه روز گذشته بیشتر از 400 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در این کشور ثبت شده و شمار کل مبتلایان از 7000 نفر گذشته. همچنین با مرگ 4 نفر دیگر آمار رسمی جان باختگان به 173 نفر رسیده. بیشترین موارد شناسایی بیماران در ولایت‌های کابل، هرات، بلخ و تخار بوده. مقام های تاجیکستان میگویند در شبانه روز گذشته 2 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند و شمار کل جان باختگان به 41 نفر رسیده. بر اساس آمار رسمی 205 مورد جدید ابتلا شناسایی شده و به این ترتیب تا به حال حدود 1730 مبتلا ثبت شدند. تاجیکستان در میانه کشورهای آسیایی میانه بالاترین آمار رسمی مرگ و میر ناشی از کرونا را دارد. حکم 21 ماه زندان برای محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در دادگاه تجدید نظر تایید شد. آقای صادقی در صفحه شخصی خود در توییتر از رد شدن درخواستش برای تجدید نظر در این حکم خبر داده. او نوشته که زمان دادگاه 28 تیر ماه تعیین شده بود، اما امروز به طور غیر منتظره حکم صادر شد. حکم اولیه بر اساس شکایت صادق آملی لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه صادر شده بود. آقای صادقی خواستار شفافیت درباره حساب‌های شخصی او در زمان ریاست قوه قضاییه شده بود. اداره امنیت ملی افغانستان میگوید بررسی‌های این نهاد نشان می‌دهد که گروه داعش و شبکه حقانی رابطه دارند. احمد ضیا سراج سرپرست اداره امنیت ملی گفته اثر انگشت بعضی از افراد کشته شده داعش ثابت کرده که آنها قبلا عضو شبکه حقانی بودند. شبکه حقانی وابسته به گروه طالبان است و سراج الدین حقانی رهبر این شبکه در حال حاضر معاون رهبر طالبان است. گروه طالبان همدستی با گروه داعش را تکذیب می‌کند. مقام های ولایت غزنی در افغانستان گفتند که در یک حمله انتحاری طالبان 7 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. سخنگوی والی غزنی میگوید که هدف حمله یک واحد اداره امنیت ملی بوده. در همین حال امروز مقام های امنیتی افغانستان از آغاز عملیات تهاجمی علیه طالبان خبر دادند. روین رهنوش از کابل گزارش میدهد. حمله تازه طالبان در واکنش به اعلام عملیات تهاجمی از سوی دولت. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیک مرکز ثقافت اسلامی. قدرت انفجار تا 100 متر دورتر هم خساره بر جا گذاشته. جانی و مالی. دمو 3 نفر زخمی و 8 نفر وضعیت وخیم است. در مرکز کابل انتقال شده و دیگه این اینجا زیر تداعی است. کار در اینجا خلاصه نمی شود. دیروز 5 نفر از جمله 3 نظامی در ولسوالی جغتوی همین ولایت تیرباران شدند و جسدشان به آتش کشیده شد. دولت میگوید کار طالبان است. طالبان هنوز چیزی نگفته. اینجا در کابل امروز مقام های ارشد امنیتی میگویند گلوله طالبان را با گلوله پاسخ میدهند. هدف ما جنگ نیست. ما صرف جنگ میکنیم به خاطر رسیدن به صلح و این منطق طالب است که بر اساس اشاره بیگانگاه بیرون از مرزهای افغانستان اینا ششتن و در مقابل مسلمان ها در مقابل فرزندای از این وطن یک عده از فرزندای دیگه از این وطن را تشویق میکنند. امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان از امضای توافقنامه با آمریکا به این سو 700 حمله انجام داده. 400 غیر نظامی هم از آن زمان تا کنون کشته و 900 نفر زخمی شده اند. چیزی که طالبان هنوز تایید یا رد نکرده. انفجار امروز غزنی دومین حمله پس از موضع تعرضی دولت در هفته جاری بود. قدرت نمایی طالبان یک روز پس از توافق سیاسی محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله. توافقی که گفته می شود مهمترین هدف آن صلح با طالبان است. روین رهنوش، BBC، کابل. در سراسر دنیا کارمندان بخش بهداشت و سلامت در صف مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار گرفتند. در اکثر کشورها آنها قهرمانان ملی هستند، ولی در مکزیک ده‌ها پزشک، پرستار و کارمند بیمارستان مورد حمله قرار گرفتند. حمله کسانی که فکر می‌کنند این پرستاران و پزشکان در پخش شدن ویروس کرونا نقش دارند. مارکوس گونزالس این گزارش را از شهر گوادالاخارا در مکزیک فرستاده.
ماه پیش وقتی دکتر آلوندو تورس متخصص گوش و حلق و بینی داشت با سگ‌هاش راه می‌رفت، کسی از پشت سر مایه‌ای روی او ریخت. ریخت توی چشم، روی گردنم و روی شونم. چشمم دیگه نمی‌دید. چشمم می‌سوخت. به او وایتکس ریخته بودند. چشم و پوستش به شدت متورم شد. نمیتوانست بفهمد چرا به او حمله کردند. تازه اون موقع فهمیدم هنوز روپوش بیمارستان تنمه. اونجا بود که حس خشم و ناراحتیم 10 برابر شد. خوشبختانه این بار وایتکس رقیق شده بود. اگه دفعه دیگه اسید باشه چی؟ از زمان آغاز همه‌گیری دست کم به 47 کارمند بهداشت و درمان حمله شده. در اینجا خیلی ها می ترسند که این کارمندان باعث گسترش این ویروس به بیرون بیمارستان ها شوند. ملودی رودریگز پرستار بخش ویژه است و مبتلایان به کرونا را درمان می کند. یک شب وقتی به خانه برمیگشت، مردان روستا او را متوقف کردند. او را ترساندند و از او خواستند روستا را ترک کند. به میگن بهتر وارد روستا نشم اصلا، چون میگن من از مرکز عفونت دارم میام. در نهایت ملودی وسایلش را برداشت و روستا را ترک کرد. اونطوری که خونم را ترک کردم بهم حس خیلی بدی داد. برای اینکه اونا بهم این حس را دادن که انگار من طاعون دارم. آلوندو و ملودی تنها 2 مورد از 10 حملاتی است که در مکزیک به کادر درمان شده. به همین خاطر دولت از گارد ملی خواسته به بیمارستان‌ها بروند و از کادر درمان که با کرونا می‌جنگند محافظت کنند. رئیس جمهوری مکزیک از مردم خواسته دست از باورهای غلط درباره کادر درمان بردارند. نفرت انگیزه و باید متوقف بشه. اینها زن و مرد قهرمان هستند. مسئولان حالا مجبور شدند برای کادر درمان در بعضی از مناطق هتل و سرویس رفت و آمد فراهم کنند، ولی حملات مشابه همچنان ادامه دارد. دانیل پزشک یا پرستار نیست. او خدمتکار بیمارستان است. کسانی که به او حمله کردند بارها به او گفتند که کثیف است. این جای خونیه که هنوز روی شلوار و روپوشم مونده. یه دفعه بهم حمله کردن و چند دقیقه منو میزدن. حس میکردم زمان کش میاد و زدنشون تموم نمیشه. پلیس میگوید او به دلیل پوشیدن روپوش بیمارستان مورد حمله قرار گرفته. با وجود حمله، دکتر آلوندو دوباره به محل کارش برگشته. او برای مردم کشورش پیامی دارد. توی کشورهای دیگه براشون دست میزنن، براشون غذای مجانی میارن. ما اینجا نمیخوایم از این کارا برامون بکنن. فقط میخوایم به همون احترام بذارن و اجازه بدن کارمون رو بکنیم. حالا که تعداد بیماران کووید 19 در مکزیک به اوج رسیده، حفظ امنیت کسانی که در خط مقدم این جنگ هستند اهمیت بیشتری یافته. مارکوس گونسالس، بی بی سی نیوز، مکزیکو. ممنون از اینکه برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.